سلام برعکس یوتیوب عشقای من واقعا نمیدونین چقدر شما دوست دارم، در لولی که خانوادم رو شاکی میکنم برام مهم نیست چون که شما رو دارم. نمیدونم چجوری بهتون بگم چه احساس خوبیه که آدم یه همچین کامنتی داشته باشه و توی ایسی آدم اینوال باشه. تک تکتون رو دوست دارم، شمبولانستون رو میبوسم. بالا 18 سال، زیر 18 سال هم روز تولدتون. آقا یه دونه ویدیو میخوام صحبت کنم راجع به سری کارای خودم. فکر کنم مثل مردم شعورشون کمه، با یه سری هم مجموعه اکثریته. آقا من یه دونه ویدیو گذاشتم از مامان بزرگم، مثلا خدا میدونه چه مثلا فکر کنم یه سال پیش، کمتر 7-8 ماه پیش. بعد توی این ویدیو با مامان بزرگم دارم شوخی میکنم دیگه، همه برعکس به قول معروف کانسپت مامان بزرگ منو که اینجا متوجهن که من زنم مامان بزرگم، مامان بزرگم شوخی میکنم و میگیم میخندیم و کاری که معمولا با مامان بزرگ نمیکنی و من میکنم، فقط واسه همین جالبه. آقا امروز یه دونه ویدیو دیروز از بچه‌ها که شورت درست میکنن برای اینستاگرام و اینا یا ریلز درست میکنن، یه ریلز از اون تیک از اون ویدیو تیک درست کردن که من بهش گفتم مامان جون تو قبل از اینکه با پدر بزرگ من باشی مثلا دوست پسر چیزی داشتی؟ اونم میگه مثلا نه. یعنی درون اگه با تو مثلا معلومه خرابین، چون مثلا دارم شوخی میکنم، چون مثلا فکر میکنم مامان بزرگ مال قزوینه، بعد برمیگردم میگه نه مامان مال قزوین نیستیم، بابا بزرگت مال قزوینه. من به شوخی میگم بس ببین دیگه، میگم دیگه تو رفتی دنبال قزوینی. تکنیکلی احمقم باشی منم نشناسی میفهمی که یه جوکه. خب حالا من چرا این جوک رو انجام میدم؟ من دنبال ویو میگردم، دنبال سابسکرایب میگردم، فکر میکنم کسی که منو میشناسن میفهمن که من آدم اسکلی نیستم. من اگه میخواستم ویو بگیرم میشستم تا تو ویدیو ریاکت درست میکردم، نمیدونم هات ساس میخوردم، میگه میبینم مردم دارن چیو نگاه میکنن دیگه، کور که نیستم، میبینم اول یوتیوب چیه و چیا رو میبینن و فلان بسار. پس من اگه من اون طرفو نمیرم و این حرفو، منم کار خودمو میکنم، من یه پوینت دیگه ای دارم. خیلی بچه که منو فالو میکنن اینو متوجه میشن، برای همین من فالوورام خیلی چیزی که احساس میکنم هاردکورن، یعنی واقعا منو دوست دارن چون پوینت منو میگیرن. کم کسی پوینت منو میگیره تو این دنیا. من وقتی برمیگردم به مامان بزرگم این حرفو میزنم، به مامان بزرگم میگم مامان جون شومبولانس میخوری فلان بسال، نمیخوام به مامان بزرگم بی احترامی کنم، نمیخوام بیام مثلا در قدرت این که میام برینم به یه پیرزنی که مثلا عجیبه، بعد مثلا شما بگین آ سهر کوله. نه من پوینتم این نیستش ها، من میام میگم زنمو بیا وردا ببر واسه ساعتی 700 دلار، بی شور و بی غیرت و کونی نیستم. بیا تو خیابون یه بار بغل من دو سخم رو چپ نگاه کن ببین نرتو سرویس میکنم یا نه. واسه همین پوینت من چیه؟ پوینت من اینه که با آدمای احمق و دهاتی کشور عزیز ایرانمون که ماشاءالله 99%تون اسکل و دهاتی هستین یاد بدم که یه خورده بهتر بشین. آن وقتی من میام به مامان بزرگم میگم مثلا تو قبل از بابا بزرگ ما شنبول خواستی یا میخوای برای یه دونه شنبول جدید بیارم یه مرد سیاپوس و فلان بسال، من تو منطقم اینه که 10 سال دیگه یه بچه ای باباش میمیره تو سن 18 سالگی، مامان 35 ساله خوشگلش میره شوهر جدید میکنه، بعد این پسر تنفر داره از اون آدم، یه شب هم میاد یا با بیل میزنه تو سرش، یا اون مادر خواهی نداره بده یه پسری رو پیدا کنه چون میگه بچه هم چی بیاجه من فکر میکنن. وقتی من یه حرفای اینجوری میزنم، من میخوام یه چیزا رو نرمالایز کنم. وقتی من میام میگم زنم و ساعتی 700 دلار جا نمیدم، نه اینکه میخوام بیام 500 زنم رو بدم بکنم یه زن خراب. من منظورم اینه که یکی برگشت بهت گفتش که خار فلان شاکی نشی خودتو بخوای بکشی به ترس بخوره، میگه با سوهل به زنش فلان گفت، کسی چیزی نگفت دیگه، من بیخیال خواهرم شم. من پوینت همینه، چون من خودم همینجوری یاد گرفتم. من به یکی از رفیقام برگشتم گفتم که داشتیم فیلم نگاه میکردیم توش یه دونه خانومه داشت میرقصید توی استریپ کلاب، گفت به دوستم گفتم که ببین اگه مامان تو توی استریپ کلاب کار میکرد چیکار میکردی؟ بعد تو مغزم این بود که دهنش سرویس شد الان گریه میکنه، میگه وای من مامانم اگه استریپر بود گفت فلان. دوستم خیلی ریلکس بهش من نگاه کرد، گفتش که هر کاری خوشحالش میکنه بذار بکنه، ساپورتش هم میکردم بهش میرسید. اصلا پرا کور کم دید، گفتم آقا من آدمم یا این؟ من عقده یکی رو بهم میگفت، میگفتم وای من اصلا دیگه زندگی برام ارزش نداشت، ریدم تو این زندگی فلان بسار. بعد من از اون یاد گرفتم، حالا من دارم همون سیستم استفاده میکنم که به شما اینو پس کنم ها، که آقا ریلکس بودن و نرمال بودن و دیوونه نبودن و توهم نداشتن و تعصب الکی و غیرت تخمی و
احترام به دروغ و اینا لازم نیست، ها دنیا میتونه راحت تر باشه. خب این یک. دوما من یک کمدین هستم، من شخصیت اصلی آدمیه که جوک میگه و میخندونه آدم رو، ها واسم کارم خندوندنه. توی دنیای جوک هیچ سخفی تکنیکلی وجود نداره، تو هر چی میخوای بگی میتونی بگی. حالا بابای من به من زنگ زده میگه سوهل جون از ایران زنگ زدن که این ویدیو رو سوهل درست کرده و نشون میده که اینا ناراحتن. گفتم خب به تو خوام که ناراحتن. و با اون گفت نه تو نمیتونی این کارو بکنی، تو نمیتونی از طریق کمدی هر کاری میخوای بکنی. گفتم چرا؟ کمدی منطقش همینه که تو میتونی همه چی دلت میخواد رو بگی. هر کسی هم که میبینه من دارم این حرف میزنم میفهمه من دارم با مادر بزرگم شوخی میکنم. بعد میگه نه تو وقتی این کار داری میکنی به حریم مردم داری فشار میاری. دارم یارو از ایران رفته رو وبسایت من، عکس منو دیده، ویدیو من که نگشتونم بهش نشون بدم، اون حرومزاده نشسته ویدیو من نگاه کرده، نه نشسته ویدیو من نگاه کرده، بعد از اینکه ویدیو من نگاه کرده خوشش نیومده، رفته اطلاعات مام بابای من خواهم نداره به من بگه ملقب دوز رفته، چون میدونه به من میگه چونشو پاره میکنم. حالا اینو ببین، من هر کسی که تو شخصیت منو میشناسه، همین مام بزرگم مثلا به من میگه تو رئیس خونه ای که لوس بازیه، رئیس خونه که کسی ما رو علم حساب نمیکنه. پوینتش اینه که تو از حرف هیچ که گوش نمیدی، هر گویی هم دلت میخواد میخوری. منطقش اینه، میگه چون تو از همه به قانون یاقی تری تو میشی رئیس خونه. این اخلاق تخمی منو بقیه هم میدونن میشناسن که من آدمی ام که قلدرم، حواسش بزنم قلدر. اون حرومزاده بیناموس که من هنوزم میدونم که بابای من هم اسمشو من نمیگه چون میدونه من کیونشو پاره میکنم، اون حرومزاده بیناموس از ایران این مسیج رو میفرسته به بابای من، میدونه که من آدم یاقی هستم و به حرف کسی گوش نمیدم، بعد میاد بابای 90 ساله منو میندازه جون من. حالا بابای من به من اینو میگه، من چی باید جواب بدم؟ بگم گور پدرت نمیکنم، بابام ناراحت میشه. بگم میکنم، به عقاید خودم فشار آوردم. گفتم آقا به احترامی که واسه دارم این ویدیو رو میارم پایین، ولی فقط یه بار تو زندگیت میتونی این کارو بکنی. دیگه یه بار که تو زنت که میشه مامان من، نمیدونم خاله من، عموی من، زنگ بزنین بگین ویدیو بیار پایین، گوشتون قطع میکنم. این یه بارو گوش میدم، ولی بدون که کارتون احمقانه است. میگه نه کارم احمقانه نیست، کارتون احمقانه است، تو داری به شوخی هر کاری دلت میخواد میکنی. میخوای خوبه من چاقو بردارم بکنم تو شکم یه نفر بعد بگم داشتم جوک میکردم؟ میگم این چه مثال احمقانه ای میزنی؟ کی تا حالا خندیده از اینکه کی چاقو گذاشت شکم یکی دیگه؟ کجا این خنده داره؟ من به مامان بزرگم گفتم شومبولانس کسی دیگه رو میخواید؟ زیر پست من 100 نفر خندیدن، 10,000 نفر، 20,000 نفر ویدیو نگاه کردن، کسی نمیده بگه سوهل چه حرف برداری زدی. پس اون 20,000 نفر که نگاه کردن میفهمن که سهیل داره شوخی میکنه، میفهمن که سهیل داره با مامان بزرگش حال میکنه، میفهمن که سهیل نشسته مامان بزرگش گفته مامان جون من میتونم با تو شوخی نکنم، اگه میخوام میتونم همیشه بگم سلام خانم بابا خوب هستین، حالتون چطوره، فلان بسار، شبتون بخیر، خوب بخوابید مامان جون عزیزم. و مامان بزرگم دو دستانی فکر کرد گفت کسچر بگو، این حرف خود مامان بزرگمه، ها فلان شعر بگو من. پس آلردی من میدونم دارم چی کار میکنم. حالا من به کسی به قول معروف تجاوز بکنم، به حرمش میخوام تجاوز بکنم، فقط مادر بزرگی من میتونه اونجا غور بزنه که من بهش بگم نه این دیگه خیلی من ناراحت کنم، من نمیخوام این جوکو بکنم. خب من این دیگه اون جوکو رو نمیدادم، ویدیوش هم نمیدادم بیرون. پس اگه مام بزرگ من خندیده و جوک هم گفته و دو تا چیز گفته پشت سرش، نشون میده که اون اوکی بوده. پس هیچ آدم دیگه نمیتونه بیا اینجا زر بزنه. حالا یه دعیوس حرومزاده ای، این مادر بزرگی ما رو میشناسه، حالا خواهرشه، برادرشه، دختر از خواهرش زادشه، چه میدونم هر گویی که میخواد باشه، این میاد یه میونه حال نمیکنه. بعد میگه که خب من که جرئت ندارم به سهیل بگم چون سهیل فلانمو پاره میکنه، او میام به مامان باباش میگم، حداقل اعصابشو میتونم میخوره خورد کنم دیگه، چون تو که نمیتونی من عوض بکنی، که با اون آیدی که من عوض بکنی که نمیدی، تو فقط من یه تیکر عوض بکنی. چرا؟ چون گفتم فک و فامیل تو همتون مثلا خرابین، تو به خودت گرفتی، خب تو به خودت گرفتی چون خرابی، تقصیر من نیست، داستان دول میخوری یا پلوه، به یارو میگه دول میخوری یا پلو، میگه خیلی بی‌تربیتی، میگه اگه تو پلو رو انتخاب کنی هیچ کسی بی‌تربیت نیست، تو همه چی رو تو تصمیم گرفتی، من به تو دو تا حق انتخاب دادم،
اینم یاره به خودش شک داره، میدونه وضعش خرابه، از من میشنوه بهش برخورده، به جهنم که بهت برخورده، گور پدرت حرومزادت که بهت برخورده، به من چه واقعا؟ من واسه مثلا اهمیتی داره توی سگ زده کی هستی؟ سال به سال، ده سال به ده سال و از آدم کمک و هیچ کاری نمی‌کنه، به آدم بهشون پول میده زنگ نمیزن تشکر کنن. این شخصیت آدمایی که دور بر ما فک و فامیلامونن، ولی واسه قروین همه پرن، همه تلفن‌ها رو دارن، همه کانتاکت‌ها رو دارن، زنگ بزنن، مسیج بفرستن. بابا گور پدرتون احمقای بیدادی، بفهمی من دارم اینجا چیکار میکنم، کدوم حمالی به غیر از من داره این کارو میکنه؟ یه نفر یه نام ببرید اون زیر بنویسین کی اومده ماموزوگشو بشونه بهش کسشه بگه که مردم بفهمن اوکی با ماموزوگت بگی بخندی، کی اومده به زنش بگه $700 اجارهش میدم که مردم بفهمن آقا غیرت چیز بیخودی ریلکس باشن، یه دختر پسر با هم میخوام برم بیرون، چه میدونم خواهرت میره بیرون چونت پاره نشه که واو خواهر من خرابه، من اگه نرم جلوی خواهرامو بگیرم بی غیرتم، دوستانم میام بهم آره تو بی غیرتی. من پوینتم از این ویدیو اینه، این واقعا نمیتونی اینو بفهمین. بعد وقت کی فک و فامیل خودمون، کسی که میدونه من شخصیتم اینجوریه، اگه من اونو نمیتونم آدم کنم دیگه گوه به من که بخوام به کسی دیگه کمک کنم. واقعا چقدر آخه ایرانی باید واقعا در به داغون باشه؟ و بابام خیلی جالبه، زنگ زده میگه مثل که من چاقو بکنم تو دل فلان، بعد میگم چه مثال احمقانه ای میزنی، میخوای مثال جالب باید بزنی، بگو مثل اینکه مثلا من بیام صد به جویشا قسمت اونجا که هالوکاست رو مثلا یه چیز احمقانه بهشون بگم، و اون مثلا میگه اوکی اون تایی جو که دیگه من مثلا من نمی کنم اونجا کوچک، ولی یکی بخواد بکنه میتونه، بازم هنوز میگم میتونه، چون جوک اجازهشو به تو میده که جو شوخی بکنی، ولی میتونم بفهمم که یه سری آدمو وحشتناک ناراحت چه از این جوک. آخه چاقو توش کردن، بعد میگم تو که همش حرف خودتو میزنی، میگم بابای من شما داری حرف خودتو دوباره میزنی، من که واسه توضیح دادم مثالی که تو میزنی معنی نداره، وقتی تو برمیگردی میگی مثل اونی که من برم چاقو بگم توش کردم که بگم جوک کردم، این اصلا به کاری که من کردم ربطی نداره. ولی بعد به جای اینکه اون بفهمه، نمیفهمه، بعد به منم میگه من نمیفهمم، یعنی اصلا میگم چه اتفاقی داره میفته؟ تو چی گفتی که من نفهمیدم؟ تو فقط زنگ زدی میگی که من از ایران گفتن این دوست ندارم، منم گفتم خیلی خوب دوست نداری که نداری، من کارم همینه، من کارم اینه که به مردم یاد بدم. خلاصه آقا من این اپیزودو فقط من درست کردم که بگم آقا من این چرت و پرتایی که میگم، کاری که میکنم واسه اینه که میخوام مثال ایرانی هستش میگن بعد یارو رو نمیدونم به مرگ بگیری به تبرازیشه، من دارم اون کارو فقط انجام میدم، من فقط یه کاری میکنم که آقا مردم یه چیزی رو ببینن، میگن آقا یه آدمی که زن داره، بچه داره، خونه خوب داره، ماشین خوب داره، رفاقیات خوب داره، خانواده خوب داره و همه چیش نرمال بوده، میتونه بی غیرت هم باشه، میگه اوکی پس من لازم نیست حتما خیلی با غیرت باشم، همش عصبی باشم، چون کشورهای دیگه مشکل ها ندارن. مثلا به یکی دیگه اینجا به ماماش فوش میدی، اصلا نمیفهم چه داری به ماماش فوش میدی، میگه خب به من چه ربطی داره، ولی توی اونایی که به ماماش فوش میدی اصلا قاطی میکنه، کل برنامه رضا فرشته رو مادر مردم میچرخه. میدونی من میخوام غیرت رو یه خوره کم کنم، میخوام یه خوره همه چی رو ریلکس کنم بین مردم، نمیدونم که مثلا ناراحتی ایجاد بکنم یا مثلا یه کاری بگم برو به ماموزوگت فوش خانوادر بده. نه من میام به ماموزوگت فوش خانوادر میدم که یه آدم دیگه بتونه جون ماموزوگش پاشو بذاره رو میز، که بعد این ماموزوگ گفت بی تربیت، بگین آقا بی تربیت نیست، پاموشن رو میز. من میخوام یه همچین، چون یه جا باید شروع بشه که بریم دیگه، نمیشه که ما همیشه ایرانی و همیشه کسخل بودیم و دهاتی، هیچی نمیفهمیم این عقده یا فقط میخوام به هم گیر بدیم. من الان مثلا 300 تا ویدیو درست کردم فکر کنم، حالا نمیدونم، ولی فکر کنم 300 ویدیو کردم، چرا یه دونه فک و فامیلای ما زنگ نزده به مامان بابای ما بگی آقا دم سهیل گرم؟ چرا خوبی ها همه میس میکنن خیلی راحت و نرمال؟ خب خوبی هرانیه، ولی اگه یه چیزی باشه که بره رو اعصابش بشه، من کار بدی نکردم، من یه کاری کردم که به نظر اون بد بوده. خب مادر نرو تو وبسایت من ویدیو رو نگاه کن، واسه چی منو داری تو فالوورات منو فالو میکنی بعد ناراحت میشی؟ اون لحظه که نگاه کردی بگو این آدمم که اصلا دیگه از دست داده، ریدم تو این فامیلمون، ما فکر کنیم فامیل آدم حسابیه، آن فالو، این منطقیه. من هم اومدم اینو خودت من دعوت نکن، منطقی. اگه من حرف دادم فلان ننه من، ولی وقتی تو این صحنه رو میبینی منو آن فالو نمی کنی، بعد میری به بابای من مسیج میزنی،
این واقعا چی رو داره نشون میده؟ که توی آدم به انگلیسی بهش میگن بچ، تو یه بچی فقط. خدا شد کلمه بچ هم نمیخواد تو یوتیوب سانسور کنیم. تو بقید اینکه یه بچی چی هستی؟ بس من یک بچه کامنت بذاره که من قرار اشتباه دارم میگم یا این آدم واقعا بچه. حال نمی کنی یا نگاه نکن. واقعا من نمیفهمم که می همیشه همه خبر رو به مام بابا این مدرسه مدرسه است. ما تو مدرسهش یارو میگم میخوام بزنم زنم به مام بابا، میگم به تخمم. الان میخوام بزنم کیر کنم. تو امروز تنها کاری که کردی به من یه کانتنت دادی، دمت گرم. بچه دو چیز یاد گرفتن، دمت گرم. بابای منو عصبانی کردی، خاک بر سر مادر سگت کنن. چون من آدم نیستم که با اون زنگ بزنه بگه پاک کن، بگم اوکی بابا. من این آدم نیستم، میگم بارو بابا واسه چی پاک کنم؟ بحث میکنم بحث میکنم، بعد اون کم میاره چون داره چرت و پرت میگه، بعد قاطی میکنه میگه خب ولش کن، من بخوام حرف بزنم به جای باریک میکشه، خدافظ. میگم خدافظ. پس هیچ کار خوبی نکردی. اون ویدیو هم یاره دید، میگم 7 ماه بیرون بوده، تو 10 سال دیگه مثلا میخوان 300 نفر نگاهش کنن. اون 10 20 نفر میخوان نگاهش کنن، همون تو ماه اول نگاه کردن دیگه، اتفاق نمیفته تو الان. یعنی هیچ چیو کمک نکردی. کسی که میخواست ببینه دیده، اتفاقی که میخواست بیفته بیفته، همه اتفاقاش افتاده دیگه، نمیخواست. نمیدونم آزاده میاد با ما ویدیو میگیره، خانوادهش تو ایران رم میکنن. اون یکی میاد با ما ویدیو میگیره، خانوادهش تو ایران رم میکنن. ما خودمون زهر میزنیم دیگه، خودمون زهر میزنیم، خانواده خودمون رم میکنن. بعد دیگه منو که نمیتونین ولم کنین دیگه. من یه آدم تخمیه، بی ادب، بی شور، دهاتی، آشغالم. نگاه نکنین منو. برای چی میای نگام کنی که بهت بر بخوره؟ اینجا واسه کسی که شعور داشته باشه بتونه بفهمه. اگه شعورت پایینه، آدمی هستی که نمیتونی بفهمی، این کانال واسه تو نیست. برو بشین سس نما کن، سس تون کدومه؟ ببین فاکین شکلات شور چیه. اینجا واسه یه چیز درست نشده، واسه یه آدمای کم عقل درست نشده. چون فقط فامیل منی نیا اینجا، چون منو میشناسی، او من بچگی بابا بزرگ این به مام بزرگ من داده، پس ما باید با هم رابطه داشته باشیم. نداده، هیچ رابطه لازم نیست ما هم داشته باشیم. من یادم آشغال دهاتی بی غیرت کثیف بده هر چی که لغت بده توه، من اونم. اما من بکش بیرون دادا، نه ما رو فالو کن، نه واسه ما مسیج بزن، نه به مامان ما بده آمار منو بده. مامان من خودشون اینستاگرام دارن، ویدیو منو میبینن. اگه خود اونو حرف ندارن به مامان اون چطور بهت میگیم، به بابا اون چطور بهت میگیم، دیگه لطفاً انتظار نشه باش من بیام بگم خانواده اون. برای چیزم رفرنس، خانواده مادر بزرگ من همشون اعلی حضرت و تاج بازارن. حد لغت قشنگی من بلد نیستم. این واقعیت بچه ها. تو رو خدا درست شو، تو رو خدا بچه ها درست شین. یعنی از پدر مادرها و پدر مادر بزرگتون کاملا قطع امید کنین. فقط راهش اینه که خودتون رو درست کنین و به بچه هاتون درستی رو یاد بدین. ویدیوهایی که آدم میبینه از اینان، بچه ها دارین به سمت خوبی میرین. همین راه رو ادامه بدین. دمتون گرم، عاشقتونم. گوش ندین به حرفای فامیلی. فامیلی یه چیز تخمی که فقط همیشه میخواد شما رو بیاره پایین. مام بابا نه، فامیلی دور. برای اینکه تو چشتونه، تو چششونی. اگه موفق باشی هرسشون میگیره، اگه ناموفق باشی همه راجع به طرف میزنن. چرا؟ فکر کن بهش. چاکس.